سلام به دوستان خوبم، امروز چهارشنبه است، 8 فروردین ماه 1403 و 27 مارچ 2024. در بین خبرهای مختلفی که این روزا بود، یه خبر من دیدم خیلی تبلیغ کردن روش در مورد وام ازدواج دولت رئیسی. همه اینا رو واسه میذارن پاداش رئیسی، نمیدونم هدیه رئیسی، وام رئیسی، بار از گور باباش میبره، کسی که نونم نداشته بخوره اما الان پدر زنش ماهی 10 میلیارد تومان حق و تولیه میگیره. خلاصه نوشتن که اگر زوجهای زیر 23 سال سنشون باشه 350 میلیون تومان به هر کدومشون وام میدن. در مملکتی که طبق اخبار رسمی خودشون هر سرست ازدواج یکیش قطعا به طلاق منجر میشه و سن ازدواج هم روز به روز داره بالاتر، نمیدونم جز انگلزادای مثلا پسر حسن خمینی که سن 21 سالگی ازدواج کرد، یا اون رئی شهری میگو من پسرم 15 سالش بود زن دادم، اینا که اراذل حکومتی که مال مفت میخورن و قرارم نیست بعدش زحمت بکشن خونه رو اداره کنن، یا از حق و تولیه یا از اوزگولگیت یا از برج سازی تو ترکیه مثل بچه های ولایتی، یا خلاصه از اون 3 میلیون تومن تعمونده حساب قالیباف برای بچهشون از اون پولا خرج میکنن. بعید میدونم کسی تو این کشور باشه در مردم عادی که بچه هاشون بتونن سن 23 سالگی ازدواج بکنن. مردم هم تو خونه هاشون ببینن. این شرط هایی گذاشتن که عملی نباشه. ولی حالا منطقه نمیگن که این کسی که قراره 350 میلیون تومان وام بگیره و 10 سال پس بده قسطش چقدر میشه. من دیدم تا با محاسبات خودشون کردن که خودش هم نمیفهمن چیه، ولی اینکه چیز عجیب غریبی نمیشن. نمیشن مثلا سال اول در ماه اولش باید 14 میلیون تومان قسط بدم، من از کجا قرار بیارم؟ بعد سال دوم 11 میلیون تومان ماه اولش، بعد کمتر میشه، ولی متوسط ماهی تقریبا 3 میلیون 500 هزار تومان باید قسط بدن. تازه اینم قطعی نیست، خودشون هم حساب کتابش ندارن. یعنی یه جوونی که اگر فرض کنیم 23 سال ازدواج کنه، از ماه اول بعد از گرفتن وام باید 3.5 میلیون تومان قسط بده. یعنی در واقع یک فریب کاری دارن انجام میدن، جوانهای مردم فریب بدن که بیان وام بگیرن و بعد بیچاره بشن. و فکر کنید اگه دختر پسری ازدواج کنن به هر کمشون 350 میلیون تومان وام بدن، بعد از ماه اول بعد از وام ماهی 7 میلیون تومان قسط بدن. من نمیدونم چقدر دو نفر دو تا جوان دریافت میکنن، چقدر باید اجاره خونه بدن، چقدر باید خرجای دیگه، ماهی 7 میلیون تومان قسطشو بدن. من این خبری که داشتم میخوندم همزمان خبر سخنرانی زیاد نخاله دبیرکل جهاد اسلامی رو دیدم که قبلا صحبت کردم، دیروزم تو لایو گفتم که اصلا معتقد شیعیان و کفار در یک ترازن حق ندارن در گروه های مبارز فلسطینی وارد بشن، اونا فقط سنی ها که مسلمانان واقعی از نظر اونا هستن میتونن باشن. ولی خیلی صریح اونجا میگه ما کمک ها رو از جمهوری اسلامی میگیریم ولی اینها رو در گروه های مبارزمون راه نمیدیم، چون حتما باید سنی باشه. بعد میگه اگه کسی شیعه باشه یا کافر باشه ما راش نمیدیم، در یک تراز قرار میده شیعه و کافر. همین آدم یک صحبتی کرده چند سال پیش که در رسانه ها منتشر شده، پخش شده. الان تو عندكم مشكله اذا حدث شيء في فلسطين في غزه؟ نعم احنا شوف في دستورنا ولو احنا الداخليه حركه الجهاد الاسلامي حركه اسلاميه سنيه، هذا كل من هو في حركة الجهاد يجب أن يكون هلا اللي بده يصير شيعي يصير، أنا ما عندي بس مش عندي ما يكون بالجهاد، ما يكون، أنا ما في، أنت هذه هويتك، هذه هوية حركة الجهاد. هلا إذا كان واحد بده يصير شيعي بصير، واحد إذا بصير كافر أو شيوعي بس يطلع من الجهاد، بس ما يكون في الجهاد. اللي كل واحد في الجهاد الإسلامي يجب أن يكون هذه مواصفاته حسب. طيب لو إحنا الداخل بيت في الضفة والبلغد وأول هذا كله اللي راني يدفعه، والسلاح أيضا اللي بقاتلوا فيه الفلسطينيين هذا منهم، يا بيدفعوا ثمنه الإيرانيين يا الإيرانيين بيوفروا، هذا كله عملية مستمرة. أنت بتحكي عن 30 سنة، 30 سنة نفقات. أنا أقول لك أنا إذا بدي أحسب شو دفعوا الإيرانيين للفلسطينيين عبر 30 سنة، أنا أقول لك مليارات الدولارات. يمكن الناس تستغرب، احسبوا وشوفوا شو نفق مليارات الدولارات، وفي حين دول عربية لا تدفع 100 دولار. لما أقول 150 مليون دولار سنويا على حماس
اضربهم في 10 سنين قديش بيطلع؟ مليار ونص دولار. اضربهم في 20 سنة بيطلع 3 مليار دولار. هذا حسبة بسيطة. مش أنا اللي حطيتها. هاي لحماس فقط. دوستان دقت کنید، میگه فقط به حماس، تأکید میکنه فقط به حماس سالی 150 میلیون دلار در 30 سال گذشته جمهوری اسلامی کمک مالی کرده. بعدم میگه این غیر از سایر کمک هاست، غیر از اینکه خونه اگر خراب بشه هزینه بازسازیش رو جمهوری اسلامی میده که الان باید عذاب بگیریم، حدود 300-400 هزار تا خونه در غزه خراب شده پولش جمهوری اسلامی قرار بده، غیر از سلاحیه که میفرستن و تازه اگر بخوایم هزینه شو برای ملت ایران حساب بکنیم، با توجه به که همین کارهای جمهوری اسلامی باعث تحمیل تحریم‌های زیادی بر ایران میشه که این تحریم‌ها رو زندگی بچه‌های قالیباف و حداد عادل و خامنه‌ای و رفسنجانی و کروبی و خاتمی که اثر نمیگذاره روی زندگی مردم عادی، یعنی اون حالا تأثیر غیر مستقیمشه، در واقع هزینه غیر مستقیم، شاید اونم هزینه مستقیم باشه. برای اون چه مسلمه 150 میلیون دلار طبق گفته زیاد نخاله که همین الانم تو ایرانه، همین الانش هم تو ایرانه، دبیرکل جهاد اسلامی مال خودشون رو نمیگه، فقط مال حماس رو میگه، چون دو تا گروه جدان تا حدودی با هم رقابت هم دارن. میگه به حماس فقط 150 میلیون دلار در سال داده میشه. حالا شما مقایسه کنید 300 میلیون تومان وام که قراره به جوان ایرانی بدن با توجه به نرخ فعلی دلار میشه 5000 دلار. دقت کنید 5000 دلار میخوان به جوان ایرانی وام ازدواج بدن، باید ماهی 3.5 میلیون تومان قسط بده که حالا من توضیح بدم براتون. ببینید دوستان عزیز، اعلام کردن امسال قراره که با افزایش حقوق، حداقل حقوق 11 میلیون تومان برسه، البته ظاهرا در ادارات کمتره، ولی حقوق کارگری که قرار از جیب بخش خصوصی داده بشه نه از بخش دولت، اون که دولت قراره بده ظاهرا حقوق کارمند کمتره، ولی حالا فرض کنیم همون هست، 11 میلیون تومان قرار به جوان اگر کار داشته باشه، کار دائم داشته باشه، براش بهانه درست نکنن، قراردادی نباشه پشت پرده از طرفی امضای علکی بگیرن مثل خیلی کارا که در ایران دارن انجام میشه، کمتر پرداخت کنن ولی ازش امضا بگیرن. فرض کنیم 11 میلیون تومان میگیره، فرض کنیم کسوراتی نداره، چون من قانون بودجه رو که خوندم گفتن امسال تا سقف 10 میلیون تومان از مالیات معافه، پس به اون 1 میلیون تومانش هم احتمالاً مالیات میخوره، لابد کسورات بازنشستگی هم داره، ولی فرض کنیم که 11 میلیون تومان رو طرف میگیره، باید 3.5 میلیون تومان شهران قسط وام بده برای یک وام 5000 دلاری، اما سالانه 101 بارم داره پرداخت میکنه، یعنی که طرف به هر دلیلی ازدواج تأکید کردن در قانون که این وام ازدواج یک بار تعلق میگیره، یک کسی به هر دلیل ازدواج شکست بخوره، طلاق بگیره، ازدواج دوم میگه پرداخت نمیشه، یک بار در عمر یک جوانش پرداخت کردن 5000 دلار، بعد ماهی 3.5 میلیون تومان، ماهی 1/3 حقوقش رو بابت قسط بده، ازش سود هم میگیرن، یعنی به حماس، حزب الله لبنان، حشد الوحشی عراق، حوثی های یمن پولایی که میدن که میگن یک قلمش حماس فقط پول نقد 150 میلیون دلاره، 150 میلیون دلار، ولی به جوان ایرانی بابت ازدواج 5000 دلار وام میدن، 5000 دلار بعد ظرف 10 سال هم پس بده نمیتونن، یعنی به جایی که کمک کنن، اینا که اینقدر اصرار میکنن، خامنه‌ای میگه باید ازدواج کنه تعداد فرزند زیاد بشه، 5000 دلار وام میدن بعد 10 ساله پس بده با سود 4%، در حالی که اینا قبلا وام هایی که دارن که بعدم بخشیدن، مثلا به ونزوئلا وام دادن 50 ساله بود که بعدم بخشیدن، همین الان پول نفتشون رو بیش از 10 ساله از چین نمیتونن بگیرن، ولی از جوان ایرانی با زور پس میگیرن با 4%، باید حداقل 1/3 حقوقشو پرداخت کنه، حالا اجاره خانه بماند، اگر خدای نکرده هزینه پزشکی داشته باشن بماند، مسافرت اونا که دیگه تمام شد، از سبد زندگی مردم رفته بیرون، لباس خوب پوشیدن که دیگه شده حسرت، ماشین خوب سوار شدن شده حسرت، یه زندگی واقعا نمیخوام عبارت بدی به کار ببرم، با انواع مصائب باید 1/3 حقوقشو بده بابت وامی که وام ازدواج گرفته، برای اینکه برای این آقایون سرباز امام زمان درست بکنن، چون اونا میگن که هدف ازدواجم درست کردن سرباز امام زمانه، ولی 150 میلیون دلار فقط به حماس، من تاکید میکنم برای اینکه اشتباه نشه فکر نکنه فقط 150 میلیون دلار به کل فلسطین، فقط به حماس، اونم فقط بخش مالیش، تاکید میکنه غیر از سلاح، غیر از بازسازی خانه ها. به عبارت دیگه جمهوری اسلامی در 30 سال گذشته هر سال معادل 30,000 فقره وام ازدواج به جوانان فقط به حماس کمک کرده.
یعنی سایر گروه‌های فلسطین رو بذارید کنار، حزب الله لبنان رو بذارید کنار، حزب الله بحرین رو بذارید کنار، حوثی ها رو فراموش کنید، سلاح‌هایی که به همین هم دارید فراموش کنید. نکته دیگه این که این 150 میلیون دلار سالانه که معادل 30 هزار وام ازدواج به جوان‌های ایرانیه، که نمیدونم الان با شرایط فعلی اصلا 30 هزار جوان کلا در سال دیگه ازدواج میکنن یا نه. این فقط در شرایط عادی بوده، یعنی حتما الان که بحران هست، الان که جنگ بالاتر گرفته، حتما هزینه بیشتره. فرض می‌کنم این تازه فقط هزینه مستقیمه که از جیب ملت ایران میره، چقدرم تو راه اضافه می‌خورن می‌برن خدا می‌دونه. یعنی من تصور می‌کنم مجموع کمک‌هایی که ندارن می‌کنن، مجموع خرجایی که می‌کنن، غیر از دزدی‌های در دزدی‌ها نه در دزدی، دزدی‌هایی که سران مملکت در کشور می‌کنن، یه رقمش پیدا میشه 1000 میلیارد تومان صدیقی، 3 میلیارد و 370 میلیون دلار دوستان، 3 میلیارد و 370 میلیون دلار در چای دبش، 3 میلیارد و 370 میلیون دلار تقسیم کنید به 5000 دلار، من نمیدونم میشه در حدود 600 هزار وام ازدواج، بلکه 700 هزار، معادل وام ازدواج 700 هزار جوان ایرانی دوستان در یک پروژه چای دبش که وابسته به دفتر رهبری سوخته شده و رفته و به جوان ایرانی که میرسن وام میدن 10 ساله باید پس بده با سود 4%. که از برید جزئیات خبره که میخونید مشخص نکردن چقدر باید پرداخت باشه، خدا میدونه جوان وقتی وام میگرفت موقع باز پرداخت چه برای سرش میرن. و بعدم خودشون میگن که فرمول پیچیده ای داره، برید من تو خبرگزاری تسنیم خوندم که دیگه یکی از فاحشه‌خونه های نزدیک به دولت رئیسیه، اونجا میگه که یک پرداختای عجیب غریب داره که در بعضی ماها باید 14 میلیون تومان، این خبر تسنیم نمیشه، در بعضی ماها باید 14 میلیون تومان قسط بده کسی که وام ازدواج رو میگیره. اینا رو من برای چی میگم؟ برای میگم که این حرف همیشگیم رو تکرار کنم دوستان عزیز، ایرانی که باشید دولت جمهوری اسلامی با شما دشمنه، تا جایی که بتونه شما رو عذاب میده، تا جایی که بتونه اذیت میکنه، جلوی ورود واکسن رو میگیره، جلوی تحصیلتون رو میگیره، جلوی آزادی حضور در کنسرت رو میگیره، جلوی امید به آینده رو میگیره، هر نوع سرمایه گذاری رو براتون منتفی میکنه. یه زن و مرد جوانی ازدواج میکنن، تلاش میکنن سالها صاحب فرزند نشن، برای اینکه پولاشون جمع کنن یه خونه بخرن، شب میخوابن صبح بلند میشن میبینن که تا دیشب میتونستن با پولی که پس انداز کردن 15 متر آپارتمان بخرن، حالا شده 5 متر آپارتمان. پول تو جیب کی میره؟ تو جیب انگلزاده ولایتی میره که داره بورسازی میکنه، تو جیب انگلزاده قالیباف میره که با پول 3 میلیون تومانی و برکت 3 میلیون تومانیش میتونه بره هم سیسمونی بخره، هم میتونه 290 هزار دلار تو حسابش بذاره برای گرفتن اقامت و همه کاراشون. یا تو جیب انگلزاده حداد عادل میره که ننش میاد تو تلویزیون میشینه میگه که ما برای بچم مدرسه خوب تو تهران پیدا نکردیم، رفتیم مدرسه یه مدرسه براش ساختیم. مثلا چجوری ساختن؟ طبق اعلام آقای فتاح زمین 70 میلیارد تومانی مجانی، 70 میلیارد تومان چند سال پیش، نه حالا، زمانی که این انگلزاده نونور حداد عادل مدرسه میرفته، الان که میگن فارغ التحصیل از دانشگاه هم شده، اون موقع 70 میلیارد تومان قیمت زمین بوده. فقط جوان ایرانی وضع داره دوستان، تا روزی که جمهوری اسلامی باشه، من اینو با تاکید میگم حتی حامیان جمهوری اسلامی صدمه میخورن، چون جمهوری اسلامی که حامیان عادیش که پولی نمیده، تمام چپاول ها مربوط به دزدان بزرگی مثل قالیباف و حداد عادل و همین انگلزاده های ولایتی و دیگرانه، برادر زن مجتبی خامنه ای، اون یکی برادر زن مصطفی خامنه ای، برادر زن مسعود خامنه ای، خواهر زن اون یکی، یه نرینه و مادینه، پولا مال اوناست. ولی جوان ایرانی حتی حزب اللهی باید با مصیبت زندگی کنه. اگر یک وام ازدواجم با هزار منت بهش میدن، با هزار بدبختی، باید حداقل یک سوم حقوقش رو بره بابت قسط هم وام بده. یعنی عرض میکنم وام خارجی که میدن 50 ساله و بعدم میبخشن، به جوان ایرانی که میرسن میگن 10 ساله بعد پس بده با 4% سود. ولی به حماس معادل سالانه 30 هزار وام ازدواج مفتی میدن. در یک فقره چای دبش معادل 700 هزار دوستان، 3 میلیارد و 370 میلیون دلار رو تقسیم کنید به 5000 دلار، چون عرض کردم وام ازدواج 300 میلیون تومانی با دلار 60000 تومان میشه 5000 دلار. 700 هزار وام ازدواج جوان ایرانی که قطعا الان در طول 10 سال 700 هزار تا جوان دیگه ازدواج نمیکنن، 700 هزار وام ازدواج جوان ایرانی در یک پرونده چای دبش که تلاش کردن با پرونده های مثل
نمیدونم موضوع تتلو و موضوع کسافتکاری صدیقی و دیگران بپوشوننش، دعوای انتخابات و دعوای بین رسایی و قالیباف اینا بپوشونن، 700 معادل 700 هزار وام ازدواج پول سوخت جد رفت. نه اینکه حالا بگیم به یکی وام دادن حتی سود 14% ازش میگن، نه خیر، سوخت جد رفت. تازه در کنارش چای آلوده به خورد مردم دارن، خدا میدونه چند صد نفر، چند هزار نفر، چند ده هزار نفر، چند صد هزار نفر هم بعدن بیماری های خطرناک خواهند گرفت. دوستان، تا روزی که جمهوری اسلامی باشه هیچ ایرانی خیر نخواهد دید. من چه شرط بلاغ است با تو میگویم، تو خواه از سخنم پند گیر و خواه ملال. موفق باشید.